بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام، وقت بخیر، آرزوی سعادتمندی همه را دارم. خرسند هستم که یک بار دیگر با یک نوید دیگر و با سازی دیگر خصوصا در بخش معارف در خدمت شما هستیم. ولسوالی جغتو است، منطقه بالاسر، منطقه ترگان، و امروز شاهد گشایش و بهره برداری مکتب بودیم که اخیراً در این سال از سوی مردم محل و باشندگان محل و بنیاد خیریه شاه مردان تأسیس شد و امروز به بهره برداری سپرده شد. حاجی بزرگوار محمد زمان زکیر، شما با چهره مبارک شما آشنا هستین، از جمله خیرین غزنی خصوصا ولسوالی جغتو، کارهای ساخت ساز زیادی را خصوصا در بخش معارف و صحت انجام دادن. حاجی بزرگوار، در ابتدا تشکر که فرصت دادین، بر شما مبارکباد عرض میکنیم بهره برداری مکتب را. جناب آقای تابش صاحب، تشکر از حضور گرم و صمیمی شما، از اینکه در منطقه ترگان تشریف آوردین. ما حضور گرم و صمیمیتان را خیر مقدم عرض میکنم. انشاءالله که سربلند و موفق باشین. بسیار خوشحال هستم از اینکه امروز ما با کمک خیرین منطقه ترگان تانستیم یک قدم دیگر را در قسمت بازسازی و نوسازی مکتب بالاسر ترگان برداریم. قبلا متاسفانه در قسمت اتاقهای درسی در اینجا مشکلات زیادی بود. شاگردا در فصل بهار که فصل ترما که هوا سرد بود، یا در فصل بارندگی، بسیار با مشکلات زیادی مواجه بودن. اونها در زیر آفتاب در روی گرد و خاک مشغول به تحصیل بودن و می خاطر این نیازمندی شدیدن احساس می شد. ما با کمک خیرین، با حمایت بنیاد خیریه شاه مردان، الحمدلله توانستیم که مکتب را اعمار بکنیم، که خوشبختانه فعلا در قسمت مشکلات اتاقهای درسی کدام مشکلی در قسمت احساس نمیشه. چند اتاق درسی داره و هزینه که مصرف کردین چه حد بوده؟ اتاقایی که دیدمش از گذشته چقدر مشکلات مرفوع شده بر فعلا؟ البته فعلا در اینجا ما 6 باب اتاق درسی را جور کردیم. یک سالون داره، یک تام حمام در برایش در نظر گرفته شده. همین نیازمندی فقط 6 باب اتاق درسی میشد که ما با کمک خیرین همین 6 باب اتاق درسی را جور کردیم. دیگر کدام مشکل فعلا الحمدلله در قسمت دیده نمیشه. و اتاقهای قبلی که بود جوابگوی نیازمندی های شاگردان نبود و می خاطر اون شما دیدین که عملا خیمه های درمی اطراف کست فعلا هم برپاست. بعضا همین سال همین خیمه ها رو مده، پار سال همون خیمه هم نبود. شاید شما در قبلا دفعه قبلی که اومدین دیدین که شاگردا در امیت هوای آزاد در زیر آفتاب مستقیم درس میخوندن. تشکر آجی صاحب. برنامه بعدی تان از بنیاد خیریه شاه مردان چی است در این منطقه و سایر منطقه ولسوالی جغتو در کل غزنی؟ الحمدلله بنیاد خیریه شاه مردان با کمک خیرین و دوستای عزیز و تیم صمیمی و مخلصی که با ما همکار است، تانستیم تا حالا در ولایت غزنی 9 گام آبادی رو برداریم که این 9 گام شامل مکتب، کلینیک و راه میشه، که الحمدلله همین 9 گام برداشته شده. مکتبایی که در این قسمت نیازمندی احساس میشد، مکتبا جور شده، کلینیک جور شده، و انشاءالله در بهار آینده تصمیم داریم که در قسمت پایین سر ترگان که یک منطقه بسیار حساس است در فصل بهار، در فصل بارندگی مخصوصا همین مسیر عبور مرور هزارجات بیشتر از همین ناحیه است. در اونجا وقتی که آب میاد دیگه موترا وقتی میاد در گیل بند میمونه، از آب تیر شده نمیتونه، مشکلات زیادی در قسمت احساس میشد. ما با کمک خیرین و دوستای عزیز داخل و خارج از منطقه ترگان تصمیم گرفتیم که انشاءالله در فصل بهار یک پولی را به نام پول شاه مردان در این منطقه اعمار بکنیم، تا انشاءالله عزیزایی که از جاغوره، مالستان و سایر ولایات از این مسیر رفت آمد میکنن با مشکل مواجه نشون. تشکر آجی صاحب، سلامت باشین، زنده باشین. بیننده عزیز، 2 نفر بزرگای این منطقه هستند که ایشان هم در این منطقه و در کل ولسوالی جغتو زحمات زیاد را کشیدن. جناب آجی صاحب سلام علیکم. سلام علیکم، بخیر خوب هستید؟ بخیر هستید انشاءالله، سرچ بخوبه، بخیر هستید. آجی صاحب بزرگوار، در ارتباط به دیگه مشکلات این منطقه، اگر ببین قسمی که ما میبینیم شبکه مخابراتی درست ساختندگی نداره،
مسیر راه هم خراب است. خواستان من حیث یک بزرگ قوم و متنفس قومی است، امارت اسلامی و مؤسسات چی است؟ تشکر. اول سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت تمام بینندگان. دوستای عزیز، اول که ما شما تشکری میکنیم که صدا مرلو بای گفتین اینجا آمد، این ساحر از نزدیک دیدیم و در ضمن مشکلی اساسی مردم ترگان که داره، سرک ترگان است که در طول تاریخ سرک ترگان دیز زده نشده، نه پول نه پولچک. امروز شما خودشون مشاهده کردید بسیار نیاز مبرم در سرک دارن و دویمی که سرک که خراب هم هست، خیر دو موتره که با هم روبرو میشن بسیار در مشکل، از پلو یکی دیگه تیر نمیشن. سرک هم قید است، سرک هم خراب است و مشکل پول و پولچک و ای گپا خود زیاد داریم. دیگه در ضمن نشینی مشکل مکتب فضل خدا ای بالا خود رفع شد تا جایی را شما میبینید که مکتب بازم آبی آش آمدینی نداره، محوطه نیاز به محوطه داره نداره و در ضمن مشکلات زیاد است. این را برید بگیم که مردم ترگان واقعا مظلوم واقع شده. در طول تاریخ در ترگان هیچ کوچکترین کار در ترگان صورت نگرفته، چی از نگاه سرک، چی از نگاه مثلا عامل منفی بند و بند آبگردان و دیگه، و در ترگان چیزی کار نشده. تشکر آقای صاحب، شرکت زنده باشید. ایتری صاحب، حرکت هایی که در سابق صورت گرفته در یکی دو سال مکتب ساخته شد، کلینیک ساخته شد، شما من حیث یک بزرگ قوم چقدر امیدوار هستین به آینده منطقه ترگان که برنامه ها به خیر ادامه پیدا بکنه، دوستایم از داخل و بیرون از کشور حمایت بکنن همچه برنامه ها را؟ تشکر. اول از شما قدردانیم که تشریف آوردین، همی صدای ما را به گوش مسئولین میرسانین. خب یکی دمی دو سه سال اخیر که واقعا به اصطلاح مشکلات اقتصادی هم زیاد بودن، برادران در خارج از کشور احساس مسئولیت کردن که ما جا داره که اول از اونا تشکر کنیم. واقعیتش قدر قابل قدر هم هستند که ما را یاری کردن در اینجا. خب تا حد دیره گام های خوبتر و موثرتر برداشته شده، امیدواریم که در آینده انشالله هنوز بهتر باشد. باشه که با تقریبا یک سنت یک رویش قرار بگیره که کلی که دیس با دیس هم بیدن و در دیس با دی مشکلات منطقه کار بکنه. شکر آقای صاحب، سلامت باشن. شکر سلامت باشن، بخیر باشن. خب با مدیر صاحب لیسه بالاسار ترگان هم صحبت میکنم. جناب مدیر صاحب فرصت اگر دارین بین عالم فرصت. سلام علیکم، بخیر است ان شاء الله، صحت شما خوب است؟ سلامت بخیر. بر اول بر شما مبارک باد، زنده باشی. تشکر. زنده باشی. یک جهان ممنون از شما که تشریف آوردین. تشریف آوردین، خیر مقدم عرض میکنم. یک جهان ممنون از شما. امروز به ارتباط با این لیسه اگر بگوییم، فعلا چقدر شاگرد دارین، چقدر با مشکلات مواجه بودین و چقدر اصولت ها ایجاد شده بخیر با بهره برداری ساختمان؟ حالا این مکتب ما تقریبا 220 شاگرد داره. 220 شاگرد داره که معلم ریاضی نداره، مشکلی بسیار زیاد داره در بخش ریاضی. همچنان خدا خیرین خیر بده که اتاق درسی یک شش اتاق تقریبا مشکل ما حل شده. دیگه اتاقای کونی ما معیاری نیه. دیگه به خاطر ازو که ما یک چند اتاق دیگه هم ضرورت داریم. خدا خیرین خیر بده، بازم خدا توجه کنن اینها. از بخش معارف هم خواهش مندم خدا زودتر توجه کنه، در بخش تعمیر، بخش تعمیر کنه را تکتر میکنه و چای آب آشامیدنی اشد ضرورت داره. واقعا بیشتر هم گفتم که ما جایی داریم که جای آب چی نیه، آب صحی نیه. شاگرد ها مریض میشه، از شاگرد ها به انتقال ما به خود اولیای شاگرد ها میشه. این مشکل اساسی ما آب است و تعمیر امی ترمیمی تعمیر کنه است. سلامت باشین، جور باشین، امیدوارم با قسمت چای آب سیهی هم اقدام شود. تشکر. تشکر. سلامت باشین. خب ببینید عزیز، چند دقیقه ای از جریان محفل افتتاح مکتب را هم تصویر می داشته باشیم و صحبت ها را می مانیم. امیدوارم که طرف توجه شما قرار بگیره، این هم شما و جریان محفل گشایش و بهره برداری مکتب لیسه بالاسار ترگان. با نشر می صحبت ها و سخنرانی ها شما را به الله بی‌نیاز امانت می سپاریم. وقت شما بخیر، خدا نگهدار. قبل از همه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از تقدیم سلام و احترامات فارقه
و تک تک شما اشتراک کنندگان محترم و معظم محفل افتتاحیه مکتب بالاسر ترگان. اجازه بدهید بنده به نمایندگی از شما مردم شریف، خوب، مهربان، متحد و یک پارچه ترگان در هر کجا و هر نقطه جهان قرار دارید، تشریف آوری سروران گرامی در رأس برادر محترم مولوی صاحب حضرت عمر البشیر، ولسوال محترم ولسوالی جغتو و جناب خالد عمر، مدیر استخبارات ولسوالی جغتو و مسئول محترم امر به معروف ولسوالی جغتو و آمریت محترم معارف ولسوالی جغتو و سایر هیئت معیتی و همراهانشان که در محفل امروزی ما تشریف آوردند، جناب آقای شریفی، آقای عظیمی، آقای همتی کربلای محمدعلی، روحانیت محترم و جلیل قدر جناب آقای رضوی، آقای نظری و آقای انوری صاحب، خوش آمدین، صفا آوردین، اجرکم الله، خداوند شما را جزای خیر عنایت کند، صلوات بلند را ختم نمایید. حرف اول مهمیه که مخلصانه از جانب مردمی که در امین دهات و روستاها و کوها زندگی میکنه، مردمی که پایش و لوجش، شکمش گشنه است، تنش برهنه است، از تک تک برادران عزیز و خیر که از یک افغانی گرفته تا به میلیون ها افغانی در اعمار کلینیک، مکتب پایین سر و مکتب بالاسر کمک کرده، خداوند از روی از اینها 70 پشتشان را بیامرزد به گفتن یک صلوات. حرف دویوم ماست، اجازه بدید دوستای بزرگوار ما در ابتدا یادم رفته، رسانه های محترم و همکاران عزیزی که همیشگی جلسات ما را زیر پوشش گرفته، از اینا یک جهان تشکر میکنم. اجرکم الله، خداوند شما را 10 سال داشته باشد. حرف دویوم من، دوستای محترم، اعمار این مکاتب، کلینیک ترگان، مکتب پایین سر ترگان، همه از کجا سرچشمه گرفته؟ همه از نعمت تأمین امنیت سرتاسری در نقاط مختلف افغانستان، از اسلام قلا گرفته تا بدخشان، از خوست گرفته تا بامیان و بادغیس. امارت اسلامی زمینه رفاه و آرامی و امنیت و خاطر جمعی را فراهم ساخته و اکنون همه برادران سهم و دین ملی و انسانیشان را در نقاط مختلف انجام می دهند که این یک نمونه بارزی از همکاری مردم در کنار امارت اسلامی بباشد. یه حرف دویم ماست. حرف سیوم ما این است که دوستان عزیز، اونطور که دوستا گفتن که ما به این تلاش بسنده نکنیم، یک مشکل بسیار عمده و اساسی را ما داریم در بخش معارف، که هم مدیریت محترم معارف، ریاست محترم معارف و هم فرزندان سخاوتمند و خیر منطقه یک توجه خاص را به اون خرابه لیسه شهید عباسی ترگان، مکتبی که پدران ما، نیاکان ما، اجداد ما، خداوند اونا را رحمت کنه، صلوات بلند در ختم کنه. در اون زمانی که مردم خشت پخته و سمیر نمیشناختن، با شکم گرسنه مکتب پخته و اساسی ساختن. امروز اگر انجینر داریم، دکتر داریم، ماستر داریم، دیپلم داریم، دکترا داریم، استادا داریم، همه از همونجا سرچشمه گرفته. نه تنها مردم ترگان، برادرای شاکی، ککرک، سراب، آمدا، برادرای خوکایی هم اکثرشان امروز که در اداره کار میکنن از همون مکتب فارغ شده. اونمون مکتب فقیر است، سقفش خراش بوده، نیاز شدید به ترمیم داره. توجه همه شما را در ترمیم از او خواهانم. یه حرف سیوم ما بود. حرف چهارم معمیه که خداوند وحدت و اتحاد و برابری و برادری را در بین تمام اقوام افغانستان حفظ نماید
و کشور ما را، مملکت ما را، حکومت ما را، امارت ما را و خادمین و خدمتگزارای وطن ما را از تمام بلاها حفظ کنه به گفتن یک صلوات. من دیگر مزایم نمیشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از که تا می، از خورد تا بزرگ، از افراد عادی و مدیرای مکتب گرفته تا ولسوال صاحب، خوش آمدین، صفا آوردین. اجرکم الله. مردم به بضاعتی هن، همه میدانیم کم زمینن، تمام ما خوبتر میشناسیم همدیگر را. علی رغم فقری که دارن، بیچارگی که دارن، آستین همت را بلند زدن. کاری که در چهار دهه در این سرزمین وجود نداشت و کاری که نشوده بود، ما توانستیم عمل کرد با عملاً با خود باوری و اعتماد به نفس، همکاری مسئولین محترم، محسن سفیدان و متنفذین دلسوز، در ظرف 3 سال کاری بسیار بزرگ را که همه ما حاضر هستیم انجام دادیم. اگر این خودباوری و اعتماد به نفس را در کل کشور این سرزمین پهناور به وجود بیاریم، ما می توانیم انشاءالله خیلی کارهای بزرگ را انجام بدهیم، سرنوشت خود را به دست خود رقم بزنیم. از قول اقبال و شعر عرض کردم برایتان که خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت، به آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگری کشت. ما دهقان دیگران نباشیم، چشم درای بیگانگان نباشیم. عرض کردم در 4 دهه در این منطقه به اندازه همین 3 سال کار نشده. دلیلش چیست؟ اعتماد به نفس و خودباوری. اگر این ملت عزیز ما خودباوری و اعتماد به نفس را در زندگیشان پیاده بکنن، عرض کردم که کاری که نمیشد خواهد شد. بالاخره در پایان صحبتم بیشتر از این وقت شما را نگیرم. جا دارد به نمایندگی از شورای اجتماعی مردم ترگن مقیم غزنی تقدیر و تشکر کنم. اولا از جمع شما حضار گرامی و برادران محترم، علم دوستان و دانش دوستان سرزمین ما و خاصتا از خیرین محترمی که چی از داخل و از خارج دست مردم خود را گرفتن، بازوان این مردم را گرفتن، کوشش میکنن که این مردم را سر پای خودشان بیستانن. و همچنین تقدیر و تشکر دارم از اعضای محترم شورای منطقه ترگان و مقیم غزنی و بنیاد شاه مردان، هر کدامشان و هر عزیزانی که در این راستا زحمت کشیدن، کمک های پولی کردن، کمک های قلمی کردن، کمک های قدمی کردن، به هر نحوی از آنهایی که زحمت کشیدن، تلاش کردن، تقدیر و تشکر را می نمایم. خاصتا در از جا دارد که یک تقدیر تشکر ویژه‌ای را از استاد عتیق الله درویش بکنم که ثقل کار به دوش ایشان بود، واقعا زحمت های بسیار فراوانی را در این راستا کشیدن. تقدیر و تشکر می کنم از اینجا از ایشان و همچنین سایر اعضای شورای اجتماعی و بنیاد خیریه شاه مردان. بیشتر از این مزاحم دوستان نمیشم. بی خود نمیگویم، از کسی ناق هم تعریف نمی کنم. واقعیت اینجاست، ما شاهد این منطقه و این سرزمین چه در دوران جهاد و چه در دوران جمهوریت و الان بودیم. جز جوانان و عزیزان و عزتمندان ما در این 2-3 سال قبل از آن در این منطقه محروم و مظلوم هیچ توجه نشد. از 2 عزیزی بزرگوار و شخصیت بزرگوار و قابل قدر ما، جناب آقای استاد زکی و جناب استاد عتیق الله درویش و همراهان و عزیزانشان که مجال برای وقت نیست که از اونها تک تک نام برده شود، که واقعا کار ماندگار کردن در ترگان، تشکر و سپاسگزاری کنین. ملت عزیز قدر خوبان خود را بدانید، چون اینها کار ماندگار کردن نه یادگار. فرق است بین کار یادگار و ماندگار.
کار یادگاری، یک زمان یک انسان یک کاری را انجام میدهد، اون به عنوان یادگار میماند. مثلا یک کسی در یک مسجد دروغ میگوید یا اشاعه فحشا میکند یا برنامه دیگه ای را انجام میدهد، اون به عنوان یادگار همیشه برای آنها میماند. اما اینها کار ماندگار کردن همیشه مان، چون کار معارف و علم و فرهنگ پروری کار ماندگاری است و ماندگار ماندن و شما ملت از ماندگاری اینها با تمام توانتان حمایت کنید. بحث دیگه، بحث وحدت و هماهنگی شما ملت های عزیز و شریف است. فریاد ما بر این است، ملت برازنده هست، ملت از آبیشه ماندگار خواهد شد که کار فرهنگی ای بکنم، مکتب بسازم، مدرسه بسازم، برنامه های علمیشان را تقویه کنم. اینها کارهای ماندگارن. به عنوان مثال شما کشور مالزی را مقایسه کنید با کشورهای دیگر اسلامی. امروز کشور مالزی قدرتمندترین کشور اسلامی در جهان اسلام به حساب می شود. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که در مالزی وقتی که کشورهای کمک کننده بعد از جنگ مالزی آمد خواستن مالزی را تقویه کنند، آنها مردمان و رشتسفیدان خوب و بزرگان خوب و اندشمندان خوب را داشتن، از کشورهای بزرگ دنیا و کمک کننده ها تقاضا کردند که به جای اعانه پل مکتب سازی کنند و برای آنها بورسیه تحصیلی اعلام کنند. سالانه 25 الی 30 هزار محصل را به خارج از کشور فرستادن و از اونا تعهد گرفتن که تا دکترا بر نگردن. در چند سال بعد 10-15 الی 30 هزار دکتر با تجارب مختلف از کشورهای مختلف جهان وارد مالزی شدن. اینجاست که با دانش قیافه مالزی تغییر کرد و امروز پیشرفته ترین کشور اسلامی در مجموعه کشورهای اسلامی جهان اسلام قرار گرفته است. از لحاظ وحدت و هماهنگی نیز مردم افغانستان از مالزی باید درس بیاموزد. وقتی که در مالزی میگه وارد میشن، از یک هندو سوال میکنن که تو کیستی؟ میگه من یک مالزیاییم. از چینایی ها سوال میکنند که کیستی؟ میگه من یک مالزیاییم. از برادرای مسلمان مالزیایی وقتی سوال بشود که شما کیستید؟ میگه من یک مالزیاییم. همه در قالب یک مالزی جمع شدن با تکیه بر این اصل آسمانی و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا را پیشه خود ساختن، وحدت را پیشه کردن و کشورشان امروز به عنوان سرفرازترین کشور دنیا در جهان اسلام و حتی در جامعه جهانی به حساب میاد. از هر لحاظ، هم از لحاظ علم و تکنولوژی، هم از لحاظ وحدت و هماهنگی، از هر جهت ملت افغانستان با دو اصل اساسی می توانین این کشور را از بحران نجات بدین. کارهای ماندگار بسازید، مکتب و پوهنتون و مدرسه و دانشگاهتان را تقویت کنید. یک، دو، وحدت و هماهنگی و اتحادتان را حفظ کنید. بیش از این مزاحمتان نمیشم. درود خدا و صلوات و صلوات خدا را به وجود نورانی تک تک شما عزیزان با. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.